بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجوی محترم دانشگاه پیام نور، درس اصول حسابداری 2 فصل 10 کتاب که مربوط به شرکت‌های سهامی، انشالله در رابطه با عملیات سود و تقسیم سود رو انشالله تو فصل 10 خدمتتون خواهیم گفت. تمام شرکت‌ها برای گزارش دادن از این که ما تو چه موقعیتی هستیم، چقدر سوددهی داریم، چقدر زیاندهی داریم، یعنی برای سرمایه گذارهای تو خود کسایی که بیرون میخوان تو شرکت سرمایه گذاری بکنن، اهمیت داره که شرکت تو چه مرحله سود کرده، تو چه مرحله زیان کرده، علت سودش چیه، علت زیان چیه. تصمیم گیری که تو سرمایه گذاری برای شرکت ها میخوان بکنن براشون مهمه. اما وقتی که ما فروش خالص رو به دست آوردیم، منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته میکنیم، منهای اون میکنیم، البته و هزینه ها وقتی کم بکنیم، اینجا سود به دست میاریم. سودی که به دست میاریم برای سرمایه گذاران مهمه که این سود عادی و مستمر شرکته. مثلا ما سودی که اینجا کردیم مال فعالیت عادی و مستمره. مثالی که من برای دانشجوهای دانشگاه میزنم اینجوریه، میگم اگر یه شرکت هواپیمایی که وظیفش حمل مسافر و ترانزیت مسافر از طریق هواپیما هست، اگر این شرکت فعالیت عادی و مستمرش رو بخوایم بررسی کنیم، فعالیت عادی و مستمرش اینه که مسافر جابجا کنه با هواپیما و نهایتا سود و زیانش معلوم بشه. اما سود عادی و مستمر اولین سودیه که ممکنه تو گزارش ها معلوم بشه و ما روش تصمیم بگیریم. واقعا وقتی مجوز فعالیت اصلیه یه شرکت جابجا کردن مسافر هست، اگر تو اون زمینه سودی یا زیان بکنه برای تصمیم گیری برای ما که میخوایم سرمایه گذاری تو اون شرکت بکنیم مهمه. اما گاهی همین شرکت به این نتیجه رسیده که اگر یه آژانس تاکسی تلفنی بگذاره کنار فعالیت‌های خودش، یعنی در واقع مسافرا وقتی میان تو آژانس، چه اونایی که مراجعه میکنن، چه اونایی که میخوان پرواز کنن برن جای دیگه خارج از کشور، نهایتاً برای جابجایی اینا به این نتیجه رسید که یه آژانس تاکسی تلفنی بگذاره، یعنی یه فعالیت جانبی. پس این فعالیت جانبی چی خواهد بود؟ همین آژانس تاکسی تلفنی که گفتم. همین فعالیت هم ممکنه باعث بشه ما سود بکنیم یا زیان، که البته گفتم گاهی وقتا این فعالیت جانبی باعث میشه که وقتی ما میبینیم سوددهی نداره اونو متوقفش میکنیم، یعنی میگیم فعالیت عادی و مستمرمون مسافر جابجا کردن مسافر تو آژانس هواییه و آژانس تاکسی تلفنی این موقتیه، یا نهایتاً میگیم تو چند ماه از سال ما فعالیت مسافر زیاده و اگر آژانس بزنیم یا با یه آژانس قرارداد ببندیم سود خواهیم کرد، بقیه سال ضرورت نداره یه آژانس تاکسی تلفنی رو داشته باشیم یا باش کار بکنیم، چون انقدر مسافر جابجا نمیشه. پس یه شرکت ممکنه یه سری فعالیت‌های جانبی هم داشته باشه. این فعالیت‌های جانبی میتونیم متوقفش کنیم که خب سودمون زیاد بشه، یا نه ضرر کردیم متوقفش کنیم که ضررمون بیشتر نشه. در کنار فعالیت جانبی گاهی بعضی از شرکت ها حوادث غیر مترقبه براشون پیش میاد، یعنی تو حوادث غیر مترقبه بازم گاهی سود میکنن گاهی زیان. مثلا ممکنه یه سیلی زلزله جای بیاد، یه عده ضرر بکنن به خاطر سیل و زلزله و جنگ و طوفان و حوادثی دیگه. گاهی در کنار این گاهی حوادث غیر مترقبه، یعنی غیر قابل پیش بینی، باعث میشه برای یه عده سود بکنن. مثلا اونایی که صادر مسافرتی دارن، اونایی که مثلا لودر بولیزر دارن میتونن جای رو بکنن، جمع‌آوری کنن، حالا نهایتاً میتونن مثلا پوتین میتونن بفروشن تو موقع که سیل و زلزله و اینا، تو موقع کاربردش زیاده. ببین سیل و زلزله اومده ولی برای ایشون باعث شده حوادث غیر مترقبه سود بکنه، ممکنه شرکتی هم ضرر بکنه. پس ببینید وقت ما گزارش یه شرکت رو نگاه می‌کنیم، شرکت سهامی نگاه می‌کنیم، فعالیت عادی و مستمرش تو اولویت اوله،
چون اولین و اصلی ترین کارش عادی و مستمر مسافر جا به جا کرده. فعالیت جانبی که تاکسی تلفنی گفتم خدمتتون، نه اونو میتونه ادامه نده، میتونه متوقفش کنه که به ضررش اضافه نشه، یا اگر سود کرده این سود ضررهای دیگه رو پوشش داده، این اصل کاری نیست. یعنی ما نمیتونیم روی برنامه‌ریزی کنیم سرمایه‌گذاری توی شرکت به خاطر فعالیت جانبی و حوادث غیر مترقبه. برای کسی نمیتونه با خدا یا با طبیعت هماهنگ کنه بگه که امسال قراره سیل بیاد من سود بکنم، امسال قراره زلزله بیاد من منفعت ببرم. برای چون اینا غیر قابل پیشبینی و غیر مترقبه است، که البته گفتم تو سیل ممکنه زلزله، ممکنه طوفان، حتی ممکنه جنگ، یا ممکنه الان همین شرایط بیماری کرونا که باعث شده غیر قابل پیش بینی یه مرتبه باعث ضرر یه عده‌ای و باعث سود یه عده‌ای بشه، و این نمیتونه ملاک تصمیم گیری برای سرمایه گذاری توی یه شرکت باشه. پس من سه تا مورد گفتم، و چهارمین مورد که ممکنه، گفتم تو هر کدوم از اینا ممکنه ما سود بکنیم، ممکنه ضرر بکنیم که دلایلشو گفتم، ولی مورد چهارم تغییر روش استهلاک گیری، یعنی باعث بشه که این تغییر روش هم سود به ما نشون بده یا زیان. حالا انشالله باید به این روش دقیقه توجه بیشتری بکنید. من قبلا تو اصول حسابداری یک و قبلا براتون گفتم روش استهلاک گیری، میتونه روش مستقیم باشه، ممکنه روش نزولی کاهنده باشه. برای یک بار یه شرکت میتونه تغییر روش بده تو روش استهلاکیش، یعنی از روش نزولی کاهنده بیاد روش مستقیم، از روش مستقیم بیاد روش نزولی کاهنده. حالا اگر شما هر دو تا روش رو یاد بگیرید، روش محاسبه استهلاک رو یاد بگیرید، تغییراتش به شما نشون خواهد داد که چه تفاوتایی رو ایجاد میکنه تو سود و زیان، یعنی چطور ممکنه که ما سود بکنیم یا زیان، چرا این کار رو میکنیم. ببینید دوستان، بعضی از شرکت ها عمدن به خاطر شرایط و موقعیت خاصشون میخوان سود نشون بدن تا افراد ترغیب بشن و بیان سرمایه گذاری کنن. گاهی هم نه، انگیزه ای ندارن، ممکنه تغییر روش بدن، سوددهی دارن ها، ولی با این کار باعث بشه که کسی بهشون نزدیک نشه، یعنی نیاز به سرمایه گذاری و پول و اینها ندارن که کسی مراجعه کنه به اونجا و بخواد سهام ها رو بخره و سرمایه گذاری کنه. ولی نهایتا یا سود یا ضرر، و نهایتا سود عادی و مستمر هم ممکنه سود یا ضرر باشه. ولی همه اینا از جمع جبری اینا ممکنه یه شرکت عمدن این کارو بکنه که سود نشون بده، یا ممکنه عمدن یه کارو بکنه که ضرر نشون بده. حالا من همه صحبتم اینه که این چهار تا موردی که اینجا بهش اشاره کردیم تو امتحان چطور سوال میاد. بله، اگر تو امتحان فروش خالص بیاد و بهای تمام شده ازش قرار باشه، بهای تمام شده کالای فروش رفته و از اینا ازش کم بشه و نهایتا معلوم بشه سود و زیان چقدره، این صورت حساب سود و زیان برای انگیزه پیدا میکنن سرمایه گذارا که اونجا سرمایه گذاری کنن. خب اینا اگر تو امتحان اومد که به جمع جبری میکنیم، تا اینجا جمع جبری میکنیم و متوجه میشیم که یه شرکت اگه اینجا سود کرد، ولی اینجا ضرر کرد، ما سرمایه گذاری تو اونجا نمیکنیم، چون وظیفه اصلی عادی و مستمر اون شرکت جابجایی مسافر به زیر هواپیما بوده. چون جابجاییش ضرر کرده، اگر این چند تا مورد باعث سوددهی شرکت شده یا ضرر اونجا رو پوشش داده، غیر مترقبه است، هر سال ممکن نیست اتفاق بیفته، هر سال ممکن نیست ما تغییر روش استهلاک گیری بکنیم، و تاکسی تلفنی یا فعالیت های جانبی هم ممکنه جز فعالیت های اصلی و عادی و مستمرمون نیست و نتونیم همیشه این کار انجام بده، یه فصل خاص، یه دوره خاص، یه موقعیت خاصی ممکنه ما این سوددهی رو داشته باشیم. اما این تغییر روش استهلاک‌گیری زیاد دیدم سوال پرسیده میشه و تو امتحانم بهش اشاره میشه. ما به خاطر اینکه روش استهلاک‌گیری رو هر دوتا رو بلد شیم این کار رو انجام کنیم. یکی روش مستقیم استهلاک‌گیری. مثلا چی؟ ببینید قبلا یه فرمول داشتیم، هزینه استهلاک، رو اینجوری حساب میکردیم، میگفتیم بهای تمام شده کالای خریداری شده منهای ارزش اسقاط تا
تقسیم بر عمر مفید. دوستان دقت کنید، برای هزینه استهلاک این کارو می‌کردیم. حالا نهایتا من به خاطر که از این یه مثالی رو بگم که شما هر دو تا متوجه بشید و تو امتحان ببینیم چطور میشه، یعنی تو مقایسه اگر این روش مستقیم باشه و این روش نزولی و کاهنده باشد، یعنی این روش هم بخوایم با این مقایسه بکنیم، بخوایم تفاوتش چی میشه. حالا یه مثال باید بزنیم. اگر ارزش اسقاط داشت می‌نویسیم، گاهی ممکنه ارزش اسقاط نداره. یعنی چی؟ یعنی یه چیز رو خریدیم 10 میلیون، درسته؟ عمر مفیدش 10 ساله. خب اگر 10 تا 1 میلیون حساب کنیم، 10 تا 1 میلیون میشه 10 میلیون. یعنی در واقع هر سال 29/12/92 پس و پیش، یعنی اون سال 90 که مد نظرمونه، خواهیم نوشت هزینه استهلاک 1 میلیون و استهلاک انباشته وسایل نقلیه، اون وسیله نقلیه 1 میلیون. در واقع دقت کنید هزینه استهلاک هر سال تا 10 سال، 10 تا 1 سال، اینجوری از 29/12/91/92/93 تا 90/10، نهایتا ما 10 سال چه کار خواهیم کرد؟ هزینه استهلاک اینجوری خواهیم زد و ماشین مستهلک خواهد شد، درسته؟ اگر ارزش اسقاط نداشته باشه که گفتم، ارزش مثال زدم که متوجه بشید. پس هر 10 سال همچین ثبتی رو می‌ذاریم. یعنی چی؟ یعنی در واقع اگر ما نگاه کنیم یه هزینه استهلاک داریم، یه استهلاک انباشته وسایل نقلیه. خب ما هر سال می‌نویسیم 1 میلیون، استهلاک انباشته 1 میلیون، دوباره هزینه 1 میلیون، استهلاک انباشته 1 میلیون. مثلا فرض بگیر 91/92 و 93، مثلا 93. خب ما 93 دوستان اگر استهلاک انباشته رو جمع کنیم خواهد شد 3 میلیون، ولی برای هزینه استهلاک هر سال جدا حساب خواهد شد. یعنی هزینه هر سال برای همون سال محاسبه میشه. یعنی در واقع این نیست که هر سال هزینه استهلاک باز باشه که ما 91/92/93 رو بهش اضافه کنیم. یعنی هر سال جداست، 91 جداست 92 جداست 93 جداست، هر سال هزینه رو جداست که هزینه ها با درآمد های اون سال محاسبه میشه، میفهمیم سود کردیم یا زیان. ولی استهلاک انباشته هر 3 سال، یعنی مال سال 91/92/93 جمع میشه، یعنی پایان 93 3 میلیون استهلاک انباشته است. یعنی اگر اون وسیله 10 میلیون بیارزه، ارزش دفتریش 3 میلیون ازش کم شده، اون وسیله الان 7 میلیون میارزه، ارزش توی دفترش 7 میلیونه. خب این روش مستقیم که مبلغش ثابته، یعنی اون مبلغ 1 میلیونی که به دست آوردیم هر سال برای سال 91 صرف می‌ذاریم، تو استهلاک انباشته ذخیره می‌کنیم. سال 92 دوره صرف می‌ذاریم بسته میشه، دوباره با استهلاک انباشته ذخیره میشه. این میشه مال روش مستقیم. اما روش نزولی کاهنده، ببینید دوستان، تو روش نزولی کاهنده میگن روش نزولی کاهنده 20% توش عنوان میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگر وسیله رو 10 میلیون خریدیم، ضرب در 20% میشه چقدر؟ میشه 2 میلیون، درست شد؟ خیلی خوب. 91 همون ها رو میخوام طبقه اون 3 سال بهش اشاره بکنم، سال 91 میشه 2 میلیون. در سال 92 10 میلیون رو اگر منهای 2 میلیون سال 91 بکنیم خواهد شد 8 میلیون، ضرب در 20% میشه 1,600,000. پس سال 91 سال 92، یعنی عملا در واقع ما ثبتاشو هر سال همون هزینه میزنیم. یعنی چه؟ یعنی هر سال عین روش مستقیم نمیسیم هزینه استهلاک 1 میلیون، استهلاک انباشته مثلا نقلیه 1 میلیون که بریم تو استهلاک انباشته. یعنی در واقع میخوام اینجوری خدمتتون بگم که هزینه استهلاک سال اول شد 2 میلیون سال که بسته میشه، دوباره سال بعد شد 1,600,000 که دوباره بسته میشه، و برای سال بعد خواهد شد 10 میلیون
منهای 2 میلیون به اضافه 1,600,000 یعنی مثلا سال 91 و 92 در واقع 3,600 از این کم کنیم خواهد شد 6,400 6,400 8,400 9,10,000,000 بله 6,400 حالا 6,400,000 ضرب در 20% میکنیم که میشه 2,6×12 2,4×8 در واقع بله 8×2,6×12 پس در واقع دوستان دقت کنید میشه 1,280,000 برای سال 93. حالا اگر ما این سه تا سال داشته باشیم استهلاک انباشته وسایل نقلیه ما تو بستانکار یه بار 2,000,000 این میشه مال سال 91، یه بار 1,600,000 میشه مال سال 92، یه بار 1,280,000 میشه مال سال 93. خب ما اگر هر ستا رو جمع کنیم خواهد شد 4,880,000 تا، یعنی استهلاک انباشته طی 3 سال خواهد شد 4,800,000 به روش نزولی کاهنده 20%. خب ما استهلاک انباشته اینجا حساب کردیم، استهلاک انباشته اینجا به هزینه هم که هر سال خودش مثلا 1,280,000 مال 93 هم اینجوری بسته میشه هر سال، هزینه رو کارش نداریم، یعنی بحث هزینه ها این هزینه ها چه روش مستقیم باشه چه روش نزولی کاهنده، هزینه ها هر سال پایان سال بسته میشه، درآمد ها منهای هزینه ها سود یا زیان، هزینه ها رو پس کارش نمیدی، استهلاک انباشته که ارزش دفتری وسایل نقلیه ما رو نشون میده، ببینید با روش مستقیم 3,000,000 ما استهلاک انباشته حساب کردیم، یعنی در واقع الان وسیله ما 7,000,000 ارزش دفتریشه، در صورتی که به روش نزولی کاهنده 4,800,000، یعنی 4,800,000 معنیش اینه که ما بیشتر هزینه کردیم، دقت کنید، یعنی سال اول که 2,000,000 1,000,000 هزینه کردیم تو روش مستقیم ما 2,000,000 هزینه کردیم، سال دوم که 1,000,000 ما 1,600,000 دوباره 1,000,000 ما یعنی در واقع هر سال اگر ما هزینه بیشتری بکنیم تو اون سال سودمون کمتره، اگر هزینه‌مون رو کاهش بدیم سودمون بیشتره. خب حالا اگر از این روش باشیم که بیشتر هزینه کردیم، یعنی عمر ارزش دفتری وسایل نقلیه تو اینجا کمتره، آره دیگه اونجا 7,000,000 گفتیم اینجا میشه 5,000,000 و مثلا 120، درست شد؟ خب این 5,000,000 خورده ای اون 7,000,000، خب معلومه که اینجا هزینه بیشتر کردیم ارزش دفتریمون کمتره، هر سال سود کمتر اینجا نشون دادیم اما اینجا سود بیشتری، چرا؟ چون هزینه کمتر نشون دادیم. خب حالا اگر روش نزولی کاهنده باشه، ما روش نزولی کاهنده رو تبدیل کنیم به روش نزولی کاهنده 20%، یعنی روش مستقیمو به نزولی کاهنده 20% تبدیل کنیم، ما تو اینجا سود کمتر نشو خواهم داد و برعکسش اگر اینجا هزینه رو اینجا کمتر نشو بدیم، یعنی به جای 4,880,000 3,000,000 نشو بدیم، از نزولی کاهنده 20% برگردیم به روش مستقیم، ما سود بیشتری نشو خواهیم داد، چرا؟ برای که هزینه رو کمتر نشان خواهیم داد. خب ببینید ما با اجازه با اطلاع اداره دارایی میتونیم یک بار روش استهلاکگیریمون رو تغییر بدیم از روش مستقیم به نزولی کاهنده، بستگی داره که ما هدفمون از این کار چی باشه. ببینید دوستان الان من اینجا تو تغییر روش استهلاکگیری گفتم یا سود خواهیم کرد یا زیان، مهم اینه که اگر تو امتحان به ما گفتن روش مستقیم حساب کنید حساب کردیم، بگن روش نزولی کاهنده 20% حساب کنید حساب کردیم، اینجا که بیشتر نشون دادیم هزینه رو زیاد نشون دادیم سودمون کمتره، اینجا که هزینه رو کمتر نشون دادیم در واقع سودمون رو بیشتر نشون دادیم. خب حالا روش اونم تغییر بدیم همه اتفاق خواهد افتاد، اگر روش نزولی کاهنده باشه که هزینه رو زیاد نشون دادیم سودمون کمه، از روش مستقیم حساب کنیم چون هزینه هامون کمتر خواهد شد و سودمون بیشتر خواهد شد، تو این تغییر روش استهلاکگیری ما سود بیشتری نشون خواهیم داد که در واقع این روش فعالیت کاری رو انجام نداریم، فقط تغییر روش
باعث شده که علاز ظاهر گزارش های مالی مون وقتی کسی نگاه کنه مثلا این سودی که نشون دادیم باعث بشه جبران سود عادی و مستمر رو بکنه و علاز ظاهر کسی که میخواد اون شرکت سرمایه گذاری کنه آخرش اند پایان کار نگاه کنه ببینه سود کردیم، که این سود ساختگی علاز ظاهر بستگی به فعالیت و تلاش و کوشش خودمون نداشته. پس در واقع این چهار تا نمیش رو گفتم، در جریان باشید برای سرمایه گذاری توی شرکت نگاه به سود عادی و مستمر ما میکنیم، این برامون خیلی مهمه. فعالیت های جانبی ممکنه سود بکنیم، ممکنه ضرر بکنیم، نباید ما گول بخوریم. اگر ضرر کردیم باید متوقفش کنیم، اگر سود کردیم این سود باعث نشه کسی گول بخوره و سرمایه گذاری تو اون شرکت کنیم. حوادث غیر مترقبه رو توضیح دادم، ممکنه این حوادث غیر مترقبه که تو چند تاشو مثال زدم باعث بشه یه عده سود منفعت کسب کنن، اون سال ممکنه ضرر کنن. این سود و زیان ها نباید تأثیر رو تصمیم گیری ما بکنه، هر سال قرار نیست این اتفاقات بیفته. غیر مترقبه یعنی غیر قابل پیشبینی و پیشبینی نبوده که این اتفاق بیفته، عین این بیماری کرونا که خدمت شما گفتیم و این شرایط رو به وجود آورده، تغییر بشه اصطلاحی هم یکی که توضیح دادم. پس در واقع در شرکت های سهامی برای سرمایه گذاری کردن و تصمیم گیری تو سود و زیان ما این عوامل برامون مهمه که ببینیم چطور سود کردن. و البته موضوعات دیگه هم در شرکت های سهامی خدمتون گفتیم که شرکت های سهامی یه حساب واسطه دارن به نام سود و زیان انباشته. سود و زیان انباشته اگر تسویب کردن پول نقدی بدن، موقع تسویب یه ثبت داره، موقع پرداخت یک ثبت داره، که اینم حتما در جریان باشید. موقع تقسیم سود تاریخ اعلام و تاریخ پرداخت اینها ثبتاش وقت میکنه. اینا رو قبلا بهش اشاره کردم، توضیح دادم. تجزیه سهام و سهام جایزه و بحث سهام کلن قیمت بازاری و قیمت واقعی هم توضیح دادم تو جلسات قبل. البته سهام تجزیه سهام شاید نبوده، مثلا توقع صاحبان سهام اگر ما 10,000 تا سهام داریم، هر سهامی 4,000 ریال، خیلی خوب 10,000 تا 4,000 ریال میشه 40 میلیون. گاهی بعضی از شرکت ها میان یک سهم رو نصف میکنن، یعنی به خاطر که تعداد سهام ها زیاد بشه، ببین تغییر توقع صاحبان سهام نمیکنه ها، خود تجزیه سهام یکی از دلایل اینه که برای سرمایه گذاری اطراف طرف ها بتونن سرمایه گذاری کنن و سهام جایزه توش در نظر بگیرن. یک سهم رو به دو سهم تبدیل میکنن، یعنی چه؟ یعنی 10,000 تا رو 20,000 تاش میکنن، ولی در واقع او 4,000 ریال خواهد شد 2,000 ریال. خب باز همون 40 میلیون میشه و صرف و سود انباشته و اینها رو حق صاحبان سهام تاثیر خواهد گذاشت، که این باید ببینید تو اون سال چقدر سود و زیان انباشته کردن و یا چقدر صرف سهام داشتن یا کسر سهام. دوستان دقت کنید، این بحث شرکت های سهامی و سود و زیان انباشته که تو امتحان اگر هر جوری بیاد نهایتاً شما باید جمع جبری کنید که فروش منهای برای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی که تو اول بهش اشاره کردم و سود حاصل از عملیات مستمر و فعالیت های جانبی که باید متوقف بشه، یادم اقلام غیر مترقبه، آثار انباشته ناشی از تغییر اصول حسابداری که روش ها رو خدمتون گفتم، میشه مال فصل دهم کتابتون، که البته بچه های مدیریت تا فصل دهم کنم، ولی بچه های حسابداری الزاماً باید فصل 11 کتابم مرور کنن و بهش اشاره بکنین، که ما سعی میکنم تخته رو آمادش کنم و فصل 11 هم بهش اشاره بکنیم. و اما دوستان فصل 11 کتاب اصول حسابداری دو دانشگاه پیام نور، دوستان دقت بفرمایید، فصل 11 گفتم صرفاً برای بچه های حسابداریه، البته اشکال نداره بچه های مدیریت هم یه مطالعه داشتن، ولی تو امتحان جز حسویات بچه های مدیریته و صرفاً بچه های حسابداری باید یاد بگیرن و بهش اشاره بشه، که البته گفتم با توجه به مبحثش مختص بچه های حسابداریه. و اما چیه؟ شرکت های سهامی بدهی های بلند مدت و سرمایه گذاری هاشو چجوری خواهد بود؟ مثال زده تو کتاب دو، مثلا گفته که اگر یه شرکت 100 میلیون پول نیاز داشته باشه، برای این 100 میلیون چند تا کار میتونه بکنه؟ اولا اگر
سهام جدید صادر بکنه، خب معلومه تعداد سهام ها زیاد میشه، سود بین سهامدارا توزیع خواهد شد، یعنی کمتر سود بهش تعلق خواهد گرفت. اگر وام بخواد از بانک بگیره این 100 میلیون رو، نهایتا بعد اوراق باید حتما سند و مدرک بگذاره، سود بیشتری باید به بانک بده و زمان بره و زمان بره. اگر بخواد با صدور اوراق قرضه این کار انجام بده، که خود این هم یکی از موضوع اصلی اوراق قرضه است که الان میخوام بهش اشاره کنم. اوراق قرضه یه مبلغ اسمی داره که خود روی اوراق قرضه نوشته شده، مبلغ اسمیش تاریخ داره، تاریخ شروع داره، تاریخ پایانش معلومه، یعنی چند ساله است، مدت و زمانش مشخصه، نرخ و درصد سودی که براش محاسبه میشه مشخصه. پس در واقع یه خود اوراق، من اینجا یه توضیح بدم، اوراق قرضه یه مبلغ اسمی داره که مثلا چقدر مبادله شد، بعد از اون یه تاریخ شروع فروش اوراق قرضه است. خب تاریخ شروعش معلوم باشه، در واقع تاریخ خاتمه هم باید معلوم باشه، یعنی وقتی مدت معلوم شد با شروع خاتمه مشخص میشه، یعنی کی فروخته شد، و یکم این که تاریخ پرداخت سود، یعنی چی؟ 6 ماه هست، 2 ماه هست، 4 ماه هست، در واقع تاریخ پرداخت سود و نرخ پرداخت سود، یعنی چند درصد این اوراق و سودش رو محاسبه میکنیم و بر اساس چه دوره، 4 ماهه، 2 ماهه، 6 ماهه پرداخت میکنیم، یا خاتمش معلومه که چند ساله است، شروعش هم که معلومه از کی فروخته شده، مبلغ اسمی هم روش نوشته شده. پس اوراق قرضه مبلغی که روش نوشته شده مشخصه، مبلغ اسمی که روش نوشته شده، بستگی به این داره تو این حالتهایی که ما اینها رو میفروشیم یا مبادله یا جابجا میکنیم. مثلا تو این مثالی که براتون توضیح دادم، البته جدای از این که انواع اوراق قرضه داریم، تضمین شده، قرضه ریالی، قرضه قابل بازخرید، قابل تبدیل، این اوراق قرضه ها رو داریم، ولی انتشار اوراق قرضه به ارزش اسمی رو من یه اشاره بهش بکنم، چون تو امتحان سوال میاد و باید ثبت هاشو بلد باشید، محاسباتشو بلد باشید. تو فصل 11 این بحث اوراق قرضه رو یه دقت بیشتری بکنید، یه توجه بیشتری، که تو حالتهای مختلف اوراق قرضه همون تاریخی که انتشار دادیم همون تاریخ میفروشیم، خب معلوم. آقا دیرتر میفروشیم، خب تو این دیرتر میفروشیم چجوری صرف میزنیم، سودش به کی تعلق میگیره، با صرف میفروشیم، با کسر میفروشیم، مثلا موقع که میخوایم بفروشیم استقبال زیاده، با صرف میفروشیم. گاهی اون موقع که انتشار دادیم حالا میخوایم بفروشیم استقبال نمیشه، مجبوریم با کسر بفروشیم. اینا حالتایی که برای اوراق قرضه در نظر میگیریم و نهایتاً ثبت و ضبطش رو نشون میدیم. البته چون این حالت ها مهمه، من این مثالی که استفاده میکنم عمدن به خاطری که برای محاسبات شما راحت تر بودید حساب کتاب کنید، ثبتاشو بزنید و این کارا رو انجام بدید، عمدن اومدم گفتم اون مبلغ 100 میلیونی که تو مثال زدم، اگر 1.5 مثلا 91 این 100 میلیون که ارزش اسمیه، تاریخ شروعش 1.5.91 باشه و قرار باشه سود 6 ماهه بپردازیم و نرخ سود پرداختی هم مثلا باشه 12%، پس نرخ هم 12%. پس ببین مبلغ اسمی مشخص شد، تاریخ شروع مشخص شد، تاریخ خاتمه، یعنی تاریخ خاتمه وقت داریم میگم، یعنی در واقع ما زمانش رو میگم 10 ساله است، یعنی 10 سال، 1401 مثلا، اگر به خاطری که مثلا حالا راحت تر باشه 90 اگر در نظر بگیریم، 1400 که 10 سالشه، یعنی 1.5.1400 درسته؟ 1400، 1390 شروع بوده، 10 سال بعد 1.5.1400 پایان اوراق قرضه است که باید مبادله بشه و پولش برگردونده بشه. حالا اگر همچین تاریخ‌هایی مد نظر باشه و ما قرار باشه بر اساس این فروش بکنیم، کارهایی که انجام خواهیم داد یکیش اینه، همچنان همچی که فروختیم و ثبت کردیم، ثبت اولیه اینه، 1.5.90
ما صندوقمون این پول رو خواهد گرفت از به اون کسانی که اوراق قرضه پرداختنی اومدن گرفتن به ارزش اسمی 100 میلیون و بعدا در واقع اینجور خواهد بود، نرخ 12% میدونیم 6 ماهه پرداخت سود و قراردادمون 1590 تا 1500 1390 10 سال بعد 1400، یعنی در واقع 10 سالمون هم معلومه. شروع قرارداد اینه، یعنی دوستان وقتی ما اوراق قرضه رو فروختیم ثبت فروشش به ارزش اسمی اینه. اما دقت بفرمایید، جالبه که ما 6 ماه بعد از این باید سود بپردازیم. عمدن تاریخ اینجوری گفتم، یعنی ما میتونستیم بگیم 1-1 فروختیم 1-1-90 بعدم 31-5 یا 1-6، یعنی در واقع ما پایان برج 6 که 6 ماه اولمون تموم میشه، یعنی 1-7 31-6 یا 1-7 ما وقتی میخوایم سود بپردازیم 6 ماهشو حساب میکنیم و میپردازیم. 6 ماه بعدی هم پایان سال 29-12 6 ماه بعدی همونطور که اینجا 6 ماه پرداخت کردیم 6 ماه بعدی هم میپردازیم و سلام تموم میشه. عمدن تاریخشو 1-5 گفتم چون نکته داره، میخوام به نکتهش دقت کنین. اما برای این 1-11-90 اگر اونا که اوراق قرضه از ما گرفتن خودشون یا نمایندهشون یا وکلاشون مراجعه کنن به شرکت بگن آقا ما اوراق قرضه را شما تهیه کردیم 100 میلیون، میگیم بله. میگه نرخش 12% نیست، میگیم بله. میگه 6 ماه گذشته اومدم سودشو بگیرم، 6 ماه زون بگذره 1-11-90 اگر ما بخوایم محاسبه کنیم سودی که بخوایم به ایشون بدیم، یعنی در واقع خواهیم گفت 100 میلیون اگر ضرب در 12% ضرب در 6/12 یعنی 6 ماه، اگر ما 6 ماه رو بخوایم حساب کنیم خواهد شد 6 میلیون، درسته؟ 6 میلیون. پس در واقع خواهد شد 6 میلیون سود 6 ماهه، یعنی در واقع ماهی 1 میلیون. پس اگر با توجه به 12% 6/12 یا 1/2 از سال، چون 1 سال 2 تا 6 ماه میشه دیگه، 1/6 1/12 میشه 6 ماه اول و 6 ماه بعدی میشه اون قسمت دوم سال که میخواد تصحیح حساب کنیم. ولی چون تاریخ ما فرام کنه، دوستان دقت کنید، عمدن تاریخ رو اینجوری گفتم تا نکته اینجا یاد بگیرید. اگر من قرار باشه اینجا بپردازم نمی‌نویسم هزینه مالی 6 میلیون، درسته؟ وقتی من هزینه مالی میکنم بابت این 6 ماه و صندوق من پول میده 6 میلیون، میشه پرداخت سود 6 ماه اول، تمام. 1-90 1-5-90 اوراق قرضه رو فروختیم، پس در واقع میشه فروش نرخ 12% 6 ماه پرداخت و فلان همه طبق قرارداد رو مینویسیم. 1-12 6 ماهش گذشت، محاسبه کردیم برای 6 ماه 6 میلیون هزینه باید بکنیم. ما به هر حال از اوراق قرضه که استفاده کردیم داریم باش کاسبی میکنیم، یعنی داریم باش کار میکنیم، سرمایه گذاری، تولید، مواد اولیه، هر چی نیاز داریم تهیه میکنیم، سود میکنیم، باید سود بدیم به اوراق قرضه، اونا که اوراق قرضه از ما خریدن طبق قراردادمون. 6 ماه اول اومدن گفتن آقا برای اساس این ما اومدیم سود بگیم، خب پرداخت 6 ماه اول سالو میدیم. اما دقت بفرمایید دوستان، اصل همین نکته بحث من این بود دوستان که 1-5 اگه گفتم اگر 1-1 بود شما 1-7 6 ماه اولو میدادید، 29-12 هم بقیهشو میدادید، این بحثی که الان میخوام خدمتتون بگم اتفاق نمیافتاد. ولی الان جوری تاریخو گفتم که شما اگر توی همچین شرایطی قرار گرفتید چه کار باید بکنید. بحثمون اینه دوستان، دقت کنید، ما حساب کردیم 29-12-90 که در واقع آخر سال باشه، 1-11 تا 1-12 تا 29-12 دو ماه میشه. دوستان دو ماه برای همون سال یه هزینه مالی به ما تعلق گرفته، چون دو ماهه برای 6 ماه اگر 6 میلیون باشه پس برای 1 ماه میشه 1 میلیون.
اینجا چون دو ماهه، دو تا یک میلیون، دو میلیون هزینه مالی به ما تعلق میگیره. اما جالبه، ما نمیتونیم به آدما بگیم، اونا میگن ما سر 6 ماه سود میخوایم، ما نمیتونیم سر 2 ماه بهش بدیم. پایان سال ما باید ثبتو بزنیم، باید ما ثبت بکنیم سود تضمین شده اوراق قرضه پرداختنی. پس میشه سود اوراق قرضه پرداختنی، یعنی قرار اینو بپردازیم. درست شد؟ حالا چرا اینو ثبتشو میزنیم؟ به خاطر که پایان سال ما باید ذخیره کنیم برای اونایی که سودو میخوان سال بعد بیان بگیرن. ببینید پایان سال ما باید ثبت هزینه رو بزنیم. قبلا توضیح دادم همیشه این طوریه که ما در سال درآمدها منهای هزینه ها مساوی با سود یا زیان یا صفر. ببین بر اساس این فرمول هر سال هزینه های هر سال مربوط به همون ساله، هزینه های هر سال مربوط به همون ساله. پس ما باید هر سال هزینه میکنیم حتی اگر به افراد ندیم. ببینیم ما سود تضمین شده اوراق قرضه، سود تضمین شده اوراق قرضه پرداختنی، یعنی که قراره بپردازیم و اینجا ثبتش زدیم ولی بهشون نمیدیم. ببینید سود تضمینم بزنیم شما بودیم، سود تضمین شده اوراق قرضه پرداختنی یعنی بعدا قراره بپردازیم ثبتشو میزنیم. خب الان 6 ماه دادیم، 2 ماه هم اینجا هزینه کردیم و برای سال بعد که میشه 1591، دقت بفرمایید 1591، چون 2 ماه اینجا برای ذخیره کردیم 4 ماه میمونه، چون برای 6 ماه 2 ماه ذخیره کرد. پس در واقع اینجوری میشه دوباره هزینه مالی کردیم 4 میلیون، چون برای سال جدیده یعنی سال 90 رفتیم 91 هزینه مالی میکنیم 4 میلیون. سود تضمین شده اوراق قرضه پرداختنی هم 2 میلیون، ماهیت بستانکار رو بدهکار میکنیم و صندوق ما چقدر خواهد پرداخت؟ 6 میلیون. پس در واقع اینجوری خواهد شد، یعنی پایان، ببین پایان مرحله دوم سود اوراق قرضه پرداختنی. درسته؟ پس 6 ماهه دوم، اول اینجا نوشتیم، 6 ماهه دوم هم اینجا اینجوری. پس در واقع عمدن این کارو کردم که شما یه بار پایان سال تضمین شده اوراق قرضه پرداختنی رو ثبت بزنید، به خاطر که درآمدهای هر سال، هزینه‌های هر سال مربوط به همون ساله. سال بعد ما 4 ماهشو، یعنی از 1/1 تا 1/5 4 ماه، 4 ماه حساب میکنیم که میدونیم هر ماه 1 میلیون بوده، 4 میلیون روش حساب میکنیم، 2 میلیون سود تضمین شده برای قرضه پرداختنی که برایش بستانکار کردیم اینجا بدهکار میکنیم، صندوقمون 6 میلیون خواهد داد. و در واقع دقت کنید که هر وقت ما این ثبتو بزنیم در واقع باید این کارو بکنیم، چون سالمون از 1/1 شروع نشده تا 31/6 یا 1/7، 6 ماه اول بنویسید تا 29/12 هم 6 ماه دوم راحت باشین. اگر هر موقع تو سال هر چند ماه با این مثالی که من زدم نگاه کردید، 2 ماهش موند پایان سال، یا 3 ماهش میمونه، یا 4 ماهش میمونه، یا اصلا 5 ماهش میمونه، طرف سر 6 ماه مراجعه میکنه سود بگیره، پس ما 5 ماهشو براش ذخیره میکنیم پرداختنی، ثبتشو میزنیم که هزینه های اون سال برای همون سال باشه. سال بعد 5 ماه ذخیره کردیم، که الان 2 ماه ذخیره کردیم و 1 ماهش هم حساب میکنیم، میشه 6 ماه دوم میپردازیم. پس دوستان دقت بفرمایید، تو اوراق قرضه پرداختنی حتما ما باید همچی کار رو بکنیم. یه کاری که حتما هم ببین، هر سال این تکرار میشه، یعنی هر سال مرحله اول، مرحله اول که فروختیم، مرحله اول این ثبتو میزنیم 6 ماه اول، مرحله دوم براش ذخیره میکنیم، مرحله سوم 6 ماه دوم میپردازیم. خب دیگه همیشه این تکرار خواهد شد، یعنی دوباره 1/5، دوباره 1/11، 29/12، دوباره 1/5/92. این تکرار خواهد شد، این سه مرحله، یعنی این سه مرحله که الان اینجا براتون زدم. پس این مرحله اول مرحله فروشه، اینها مرحله 1 و 2 و 3 مراحلیه که داریم سود میپردازیم، یعنی باید اینجا سود بپردازیم،
اینجا ذخیره کنیم، سال بعد بپردازیم. خب اگر روال همینجور ادامه پیدا بکنه، سال اول که 90 بدن 91 92 همینجور تا 90 ده چیه؟ تا 1400. وقتی ما این کار انجام بدیم، عملا پایان سال، یعنی پایان 10 سال، یعنی 1500 1400، ما الان بخوایم اینو تصفیه حساب بکنیم، نخواهیم بنویسیم اوراق قرضه پرداختنی 100 میلیون ریال و در واقع صندوقمون اون پولی که گرفته 100 میلیون رو بده و وسلام نامه تمام، پایان قرارداد اوراق قرضه پرداختنی 10 ساله 12% سود پرداخت 6 ماهه. ببین همین توضیحاتی که تو قراردادم بستیم، یعنی حتما مرحله اول اونو زدیم، مرحله دوم هم تصفیه حساب بشه، پایان قراردادم اینطوریه. پس اگر نرمال و اینطوری که خدمتون گفتم 1.5 فروش بره، یعنی اون موقع که انتشار دادیم مبلغ اسمی همون 100 میلیونی که رو اوراق قرضه نوشته شده اتفاق بیفته، 6 ماه بعد سودش رو حساب میکنیم، کردیم. پایان سال بعد هزینه های هر سال رو ببندیم، یعنی براشون ذخیره کنیم، براشون انباشته کنیم، پرداخت تنی نگه داریم براش تا سال بعد. اینجا دیدیم 2 ماه بعد براش ذخیره کنیم، ذخیره میکنیم، سود تضمین شده اوراق قرضه پرداختنی، و 6 ماه دوم که میشه 1.591، 6 ماه دوم که میخوام ببردیم، در واقع 4 ماهشو هزینه میکنیم، چون از 1.1 تا 1.5 4 ماه میشه، و اون 2 ماه هم که براش ذخیره کردیم سود تضمین شده اوراق قرضه پرداختنی هم اضافه میکنیم، 6 میلیون میپردازیم، میشه 6 ماه دوم. این همینجور تکرار میشه، یعنی در واقع دوباره 1 2 3 1 2 3 هر سه مرحله ادامه پیدا میکنه تا 10 سالمون تموم شد. 10 سالمون تموم شد، اینجا فروختیم، اینجا پس میدیم، یعنی اوراق قرضه پایان مهلتش تموم میشه. افراد خودشون وکلاشون نمایندهاشون مراجعه میکنن، میگن آقا این اوراق قرضه سود شما گرفتیم، ممنون، الان میخوایم پول اونو بگیریم، مهلتش تموم شد دیگه اعتبار نداره. مراجعه میکنن، اوراق قرضه ازشون میگیریم، پس ماهیت بستانکار خواهد شد بدهکار. اینجا صندوقمون پول گرفت 1.590، 10 سال بعدش نهایتاً چه کار کنم که این پول رو خواهیم داد و قرارداد تمام خواهد شد. اما نکته تو اوراق قرضه پرداختنی مال وقتیه که دوستان، یه نکتهش مال تاریخ شروعش بود که گفتم اگر 1.1 باشه اینجا 1.190 بفروشیم، 1.790 ما چیکار میکنیم؟ اولین 6 ماه رو میدیم، 29/12 6 ماه بعدی، یعنی در واقع این سخته وجود نداره که برایش ذخیره کنیم پایان سال. ببین این مثال رو جوری گفتم که این سبتم اگر احیانا یه تاریخی بعد از 1/1 مثلا 1/2 1/3 فروختیم، این اتفاقات خواهد افتاد. اتفاق آخری هم که برای اوراق قرضه برای پایان سال تصفیه حساب هست، اینم اینجاست که بهش اشاره کردیم، اینجوری اوراق قرضه تصفیه حساب میشه. اما نکاتی دیگه، نکته‌ای دیگه که ممکنه توش باش مواجه بشیم، باش برخورد کنیم، اوراق قرضه گاهی تو اون تاریخی که ما انتشار میدیم تو اون تاریخ فروش نمیره. مثلا تو همین مثالمون دقت کنید، اگر 1.6 یعنی 1 ماه بعدش 1.6 فروش رفت، خب وقتی 1.6 ما بفروشیم چقدر وجه نقد خواهیم گرفت؟ اوراق قرضه پرداختنی چطور خواهد بود؟ ببینید اینم نکته است، من این نکته هم خدمتتون بگم تا انشالله بریم سر مراحل بعدی که توضیح خواهیم داد. مثلا دقت بفرمایید دوستان، پس در حالت اول اون خارج از اول نرم که اگر 1.90 باشه این اتفاق 6 ماه بعدی 6 ماه اینم وجود نداره. اگر هم این اتفاق بود که گفتم توضیح دادم، و تصفیه حساب که تو هر حالت در هر شرایطی چه با سود بفروشیم، چه با زیان بفروشیم، چه دیرتر بفروشیم، چه سر تاریخ بفروشیم، 10 سال بعدش باید حتما این ثبتو بزنیم، یعنی اوراق قرضه رو پس بگیریم پولو بدیم. این قاعده کلیه، کار به این نداره شما با سود با ضرر دیر فروختی، برای اینا رو کارش نداریم، ولی ما داریم ثبتش داریم یاد میگیریم. حالا تو این حالتی که اگر شما 1.5 1.690 شما اگر 1.690 فروختی، در واقع چه اتفاق خواهد افتاد؟
در واقع صندوق شما 101 میلیون پول خواهد گرفت. میگه اوراق قرضه 100 میلیونی نیست؟ چرا؟ ببینید دوستان، اوراق قرضه پرداختنی همون 100 میلیونی که ما گفتیم، ولی چون یک ماه دیر اومدن، سود اوراق قرضه پرداختنی، یعنی در واقع اون 1 میلیون اضافه سود تضمین شده اوراق قرضه پرداختنی ما اینجا ذخیره میکنیم. پس در واقع این سود تضمینی اوراق قرضه پرداختنی، این 1 میلیون ما اینجا براش ذخیره میکنیم. چرا؟ تو یک ماه در واقع سود بهش تعلق میگیره. ببینید تو اوراق قرضه پرداختنی مبلغ اسمیش نوشته شده، تاریخ شروع پرداخت درصد همینا نوشته شده. اون فردی که میاد از ما میخره 2 ماه بعد بیاد بخره، 3 ماه بعد بیاد، ولی سر 6 ماه خودش یا نمانتاش میتونه مراجعه کنه بگه آقا سود 6 ماه منو بده. نمیتونه بهش بگی 2 ماه دیر اومدی، 3 ماه دیر اومدی. میگه خب به خاطر همین اگر به طور نرمال باشه، گفتم 100 میلیون پول میگیری، اوراق قرضه رو 100 میلیون میدی تا 6 ماه شروع بشه و ثبت و ضبطش میذاری. اما اگر 1 ماه دیر بیاد، شما 101 میلیون پول ازش خواهی گرفت. 100 میلیون اوراقی که بهش میدی، 1 ماه به خاطر که دیر اومده برایش ذخیره میکنی. خب اگر همچی کاری رو بکنی، در واقع تو حالت اول که 101 میلیون میگیری، در حالت دوم دوستان 1/11/90، یعنی این تاریخ 1/11 طرف مراجعه میکنه میگه آقا اومدم سود 6 ماه اول ما بگیرم. خب اگر 1/11 ایشون تشریف بیاره، برای 1/11/90 سود تضمین شده رو که اینجا براش تضمین کردین، سود تضمین شده اوراق قرضه پرداختنی 1 میلیون ماهیت بستانکار رو بدهکار میکنیم. بعدن حساب میکنیم میبینیم هزینه مالی برای ما 5 میلیون هزینه خواهیم کرد و صندوق ما الان بخواد پول بپردازه 6 میلیون خواهد پرداخت. پس دقت بفرمایید، 1 میلیون رو خواهیم گرفت از طرف به خاطر اینکه گفت 1/5 باید میمده بخری، نیومدی بخری، من اینو برات ذخیره میکنم که بعدش بهت بدم، که دادم اینجا الان. و در واقع چون بر اساس قانون رو اوراق قرضه نوشته شده 6 ماه پرداخت 12%، طبق حرفایی که اینجا زدیم رو اوراق قرضه نوشته 1/11، ببین دقیقا همین تاریخ، تو این تاریخ طرف مراجعه کرده میگه 6 ماه هم هست اومدم سود بگیرم. میگیم خب یه ماشه که برات ذخیره کردیم، اجازه گرفتیم برات ذخیره کردیم، 5 ماه هم هست که ما با پول شما کار کردیم، با اوراق قرضه کار کردیم، 6 ماه رو میپردازیم. دقت کنید بقیه مراحل، ببینید دوستان من با رنگ دیگه می‌نویسم، بقیه مراحل که اینجا باشه، یعنی مرحله 1 و مرحله 2 تو اونجا تکرار میشه، یعنی تو اینجا تکرار میشه. از اینجا به بعد مرحله 1 رو می‌نویسیم، بعدا مرحله 2 رو می‌نویسیم و در واقع تصفیه حساب 6 ماه دوم هم انجام بدیم. دقت بفرمایید، سر تاریخ این تاریخ صدور اوراق قرضه رو فروختیم، ثبت میزنیم، اما اینجا 1 ماه بعدش فروختیم، خب ثبتش رو میزنیم. 6 ماه بعد 1/11 باید سود بدیم، 1/11 سود میدیم، ولی اینجا شرایطش فرق داره. پرداخت هر دوتا نگاه کنیم، پرداخت هر دوتا صندوق 6 میلیون میپردازه. ببین اینجا 1 میلیون برایش ذخیره کردیم، 5 میلیون هم مدتی بود که پلو ما بوده باش کار کردیم، 6 میلیون رو میپردازیم. حالت 1/11 6 ماه اول، تو 2 ماه بعد ذخیره، یعنی سود تضمین شده انباشته برایش ذخیره میکنیم و مرحله سود 6 ماه دوم هم اینجوری، در واقع اینجوری میشه. در واقع میخوام بهتون بگم مرحله اول 29/12/90 این ثبت رو میزنیم، 1/5/91 هم این ثبت رو میزنیم. پس در واقع این دوتا ثبت همچنان تکرار خواهد شد تا ادامه پیدا کنه بقیه سالها و بعد از 10 سال هم همین ثبت رو میزنیم. اما ما مشکلمون اینه، اگر اوراق قرضه رو سر تاریخی که فروختیم، یعنی 1/5،
اگر با سود یا ضرر فروختیم چه کار میکنیم؟ اگر با سود یا ضرر فروختیم، همه مشکل ما اینه، اوراق قرضه با چه است؟ اوراق قرضه با صرف. اگر بیشتر فروختیم یا کمتر فروختیم ما چه کار میکنیم؟ دوستان، اوراق قرضه را اگر با کسر بفروشیم، کسرش رو می‌نویسیم، وجوه و با اوراق قرضه 100 میلیون رو می‌پردازیم. یعنی در واقع اجازه فرمایید من اینجا بنویسم، دقت کنید، ماها و تاریخ‌های 6 ماه 6 ماه سود دادن و محاسباتش همه اونجوریه. اما اگر 1.590 ما صندوقمون اومد پول گرفت 99 میلیون، یعنی 100 میلیون پول نگرفتیم، ولی اوراق قرضه پرداختنی دادیم 100 میلیون، چون رو اوراق قرضه پرداختنیمون نوشته 100 میلیون، ما نمیتونیم اونو کارش بکنیم، او دیگه طبق ارزش اسمی که روش نوشته شده. پس اوراق قرضه پرداختنی 100 میلیون، وقتی ما این ثبت رو زدیم، معنی مفهومش اینه چرا ما یه سری سند 100 میلیون میدیم 99 میلیون؟ پس کسر اوراق قرضه پرداختنی 1 میلیون. اینجا با ضرر فروختیم. ببین میبینید دوستان، ما 99 میلیون گرفتیم، ولی 100 میلیون اوراق قرضه به افراد دادیم، پس معلومه 1 میلیون کسر کردیم. خب این دیگه ضرریه که ما کردیم، به خاطر که تو بازار اینقدر اعتبار نداشته شرکت، اینقدر اعتماد و پشتوانه نداشته که این اتفاق بیفته. صحبت سر اینه که این با کسره. اما اگر بیشتر بود، یعنی چی؟ یعنی 1.590 ما صندوقمون 101 میلیون پول گرفت و دقت کنید اوراق قرضه پرداختنی رو دادیم 100 میلیون. خب چرا 100 میلیون برای اوراق قرضه دادیم 101 میلیون؟ این کسر نیست، این صرف اوراق قرضه پرداختنی 1 میلیون، یعنی با سود فروختیم. پس فروش اوراق قرضه با کسر، فروش اوراق قرضه با صرف، خب بیشتر. برای محاسبش دیگه این مراحل ادامه داره ها، یعنی برای اون بقیه مراحل، مثلا 6 ماه اول سود دادن همینه، 2 ماه ذخیره کردن همینه و 6 ماه دوم پرداخت کردن همینه. فقط برای شروع ما فروش، یعنی اینجوری میشه فروش طبق اون قرارداد با کسر، اینجا میشه فروش با صرف، با صرف فروختیم. ولی بقیه مراحل طبق اینا که خدمتون گفتم. دوستان فصل 11 کتابم انتشار اوراق قرضه با کسر با صرف اینا رو هم توضیح دادم. من استدام کنم که حتما با کلاس‌های VC دانشگاه پیام نور حتما با نمونه سوال‌ها و امتحانات بیشتر آشنا بشید تا این بحث‌ها رو کامل‌تر و تکمیل‌تر کنیم. آرزوی صحت و سلامتی و موفقیت و پشت سر گذاشتن این شرایط و موقعیت کرونایی. به سلامت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.